سلام، اینجا تلاش بعضی مهتاب پزه. بریم با هم یک شیر برنج خوشمزه درست کنیم. برنجی رو که از شب قبل خیس کردم داخل قابلمه میریزم، یه دور هم میزنم و دیگه اصلا هم نمیزنم و اجازه میدم دونه های برنج کاملا بپزه و شکفته بشه. اینجا دونه های برنج داره شکفته میشه. وقتی آب برنج کاملا کشیده شد شروع میکنم هم زدن که ته نگیره. توی این مرحله اگه برنج هنوز زنده بود و خوب نپخته بود میتونید بهش دوباره آب اضافه کنید که کاملا بپزه و شفته بشه. الان برنج من کاملا شفته شده، شیرو مرحله به مرحله بهش اضافه میکنم. میزان شیر 3 تا 4 لیوان هستش، با توجه به جنس برنج ممکنه کمتر یا بیشتر بشه. من 3 تا لیوان شیر اضافه کردم و از نظر من غلظتش مناسبه و دیگه نیاز نیست که شیر اضافه کنم. شیر برنج رو هم میزنم، مقداری که غلیظ‌تر شد بهش شکر رو اضافه میکنم. شکر هم با توجه به ذائقه خودتون میتونید از مقدار بیشتر یا کمتر استفاده کنید. مقداری وانیل هم بهش اضافه میکنم که دلخواهه ولی طعمش رو خوشمزه تر میکنه. مقداری هم کره برای براق شدن شیر برنج بهش اضافه میکنم. مقداری هم گلاب، میتونید از مغز هل یا عرق هل هم استفاده کنید. در شیر برنج رو میذارم، شعلش رو کم میکنم به مدت یه ربع که دم بکشه. شیر برنج خوشمزه ما آماده است. اگه دوست داشته باشین میتونید مقداری خامه هم بهش اضافه کنید. چون شیر من خیلی پرچرب بود دیگه من از خامه استفاده نکردم. و همچنین میتونید داخلش خلال بادوم هم بریزین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید و چنل آشپزی مهتاب پز رو سابسکرایب کنید.